سلام، وقتتون بخیر. بیننده برنامه صبح زندگی تلویزیون آریانا هستین. به دومین گزارش خوش آمدین. ارجمندان گرامی، ما در کوچه شارارای شهر کابل هستیم، جایی که نماد از کابل قدیم است و جایی که کابلیان قدیم بیشتر در این منطقه زندگی میکردن. مگر امروز آمدیم با موضوعی برخوردیم که واقعا خیلی متاثر شدیم. تا هنوز قلب کابل آب نداره، با وجودی که ما سمت گذرگاه و پشت جنگله که اینجا همچنان رفته بودیم گزارش ساختیم که مردم با قلت آب مواجه بودن، اما امروز در کوچه شارارا همچنان کامدیم. شما میبینین بوشکارا چه تعداد از فامیلا منتظر ازی هستن که کسی که خانه داره در اونجا پایپ خود بیرون بکشه و بر از اینا آب بته و اینا آب آشامیدنی به قله کو و یا به دامنای کو خانهایشان پس اونجا بلند بکنن. و اینا میگن که نه آب داریم و نه برق داریم. ای که دلیلش چی از آب و برق ندارن از خود از اینا پرسند میکنیم، چون من خودم هم نمیفهم. اما چطور امکان داره در این قدر سالایی که حدوداً دو دهه همیشه که توجه حکومت‌های بین المللی به افغانستان زیادتر از پولهای زیاد به افغانستان آمد، تا هنوز قلب کابل شما از ارگ ریاست جمهوری اگر متر بکنین بسیار در فاصله نزدیک ارگ ریاست جمهوری موقع داره کوچه شهرارا، اما تا هنوز این مردم آب ندارن یا ایست که بر از اینا نل کشیدن آب آشامیدنی بر از اینا مهیا کردن خودشان خراب کردن و یا ایست که هیچ اصلا وجود نداره. اینا سلام با شما. سلام علیکم. نام شما؟ نام راشدی. آقا شیرین. بله. خانه از شماست؟ بله. شما آب میتین بر مردم؟ بله. چه مدت میشه؟ مدت یک سال میشه که امی هتل پمپ به مد خانه جور کردیم. این مردم روز 300 400 بدر منطقه یک که آب نداره. لازم نه آب نداره بدر، نه از چهارمید به دومید به ایست بدر که برق هم قطع. برق چرا قطع است؟ کیبلای زیر زمینی از بدر تا بالا نو نشده بدر. 6 ماه میشه از هر منطقه بدر 2 متر باد بدر میسوزه به ما جنگ میزنه. ایره خودتون جوین میدن یا حکومت میاد؟ خود ما میزنیم، یعنی تقریبا نه 2 میلیون مزدور کار گرفتیم، کنده رو ایستیم بدر. از پول شخصیتون؟ از پول شخصی مردم. اما تا هنوزم جور نشده؟ تا هنوزم جور نشده، نه شب هم کار کردیم. این کیبلای قدیمی رو نو نساختن؟ نو نساختن تا بالای جور تا هنوز باقی مانده؟ تا هنوز باقی مانده. خب مشکل آب چه مدت میشه پیدا شده؟ مشکل آب که از طول می حکومت که بدر طالب سقوط کرده این مردم مشکل آب دار. از همون زمان طالب نلکشی نشده؟ شرکت های شخصی هم نامدن؟ شرکت های شخصی صرف آمدن تا پکار زده که تا بول مولیم نیز برادن. چه مدت میشه که آمدن تا پزدن؟ یعنی از پار سال که نیم رای کار زده که سرنوشتش معلوم نیست. سرنوشتش معلوم نیست. روزانه چند فامیل میان شما میتین برشان؟ تقریبا از این منطقه 100-150 فامیل در که نیمی خطا 400-500 مردم در زمستان در برف وارش نیمی حالت کشیده. خب آفرین شما که پول برق هم خود نمیگیرین از اینا؟ نه پول خود برای خدا؟ صرف برای خدا، برای خدا بده. کس دیگه هم آدم خوشبخت مثل شما هست که مردم کمک بکنه در این منطقه؟ بعضی هست دیگه، خدا همه قوامت بتاتشان که آینده بکنن تا بالا خود نکنن از این به اوسو بکنن. تشکر از شما، زنده باشین. کاکا شما از این منطقه هستین؟ کجاست خانه؟ خود همی خانه شما هم زندگی میکنین؟ او طرف. شما آب از این برادر میگیرین؟ شما ما آب نداریم؟ ما آب نداریم. چند سال میشه در این منطقه زندگی میکنین؟ 4-5 سال میشه. خب کم وقت میشه آمدین؟ تشکر از شما، زنده باشین. بیننده گزارش ما از کوچه شهرارای شهر کابل بودین. آمدیم دیدیم که مردم با قلت آب مواجه هستن، با نبود آب مواجه هستن. اگر امیل اعظم مسئولین گزارش ما را بیننده هستن، باید توجه بکنن به خاطر از اینکه مردم مشکل دارن از نگاه دسترسی به آب و آشامیدنی. و کوچه شهرارا یکی از کوچه های نامدار شهر کابل بود که مردم های اصیل کابل در اینجا زندگی میکردن و در گذشته ها چنین مشکلات وجود نداشت. خب آرام آرام میریم به طرف استودیوی صبح و زندگی تلویزیون آریانا ببینیم که همکاران ما داخل استودیو چی آماده نشر دارن. فراموش نکنین برنامه ما تا ساعت 10 ادامه دارن. بازم اگر میخواین گزارش ما را به گونه تکرار بیننده باشین، سر بزنین به کانال یوتیوب هماین افغان یا آریانا تیوی. حال هم شما و استودیوی صبح زندگی. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بودین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین، اینجا را کلیک بکنین. و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین، اینجا را کلیک بکنین. و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین، پس ما را سابسکرایب بکنین.